بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی جوانان افغانستان، به یکی دیگر از برنامه‌های سرنوشت خوش آمدید. شما می‌دانید که سرنوشت برنامه‌ای است که زندگی، دستاوردها و فرصت‌های پیشروی جوانان کشور را به تصویر می‌کشد. همچنان تلاش ما معرفی جوانان کشور است که چگونه با سختی‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی برای موفقیت بزرگ دست یافته و گاهی هم سختی روزگار مانع پیشرفت آنان می‌شود. در این برنامه فریده طایری یکی از جوانان موفق و پرتلاش کشور را میوره برنامه خود قرار داده ایم. پیش از آن بخشی از زندگی وی را بیننده باشید. فریده طایری بانویی که در ولایت غزنی به دنیا آمده است، او در سن یک ساله امرو با خانواده‌اش به کابل آمده و در دشت برچی کابل مسکن گزین شده و در امانجا بزرگ می شود. پدرش کارمند یکی از مؤسسات که در رابطه به حقوق زنان فعالیت دارد کار می کند. مادرش که صنف دوم مکتب را به پایان رسانده است، مصروف تربیه سایر فرزندانش می باشد. فریده فرزند دوم خانواده است و 4 خواهر و 1 برادر دارد. فریده مکتب ابتدایی و متوسطه را در مکاتب دولتی شهر کابل به اتمام رساند و در کنار مکتب آموزش های زبان انگلیسی و مضامین ریاضی را پیش گرفت. او در حال حاضر مکتب را در یکی از مکاتب کشور آمریکا به اتمام رسانده است و قرار است به زودی وارد یکی از دانشگاه های آمریکا شود. فریده در کنار درسهایش علاقمندی به فعالیت‌های سرامیک یا کلالی‌سازی، بازی‌های فوتبال، سرگروه تیم خدمات اجتماعی نیز بوده است. زندگی در کابل با جنجال‌ها و فراز و نشیبی‌های فراوان آن خوشایند است. اما زمانی که جوانی با آرزوهای بزرگ در دل این شهر زندگی می‌کند، برای کابل و سایر ولایت افغانستان رویاهایی در سر می داشته باشد. فریده طایری را شاید اندکی شناختید، اما فرصت زیادی برای شناخت بیشتر این بانو وجود دارد. ما برای اینکه بتوانیم انگیزه موفقیت او را بفهمیم، به سراغ وی به خانه اش رفتیم. با ما باشید تا بیشتر بفهمید فریده کیست. به خانه فریده طایری آمدیم. بانویی که با وجود دشواری‌های فراروی زنان و دختران در افغانستان توانسته است موفق باشد. خانه فریده نیز مانند سایر مردم افغانستان می باشد. خانه‌ای که نمایانگر یک زندگی متوسط است. در همین جا فریده داستان و سرنوشت زندگیش را آغاز نمود. دلیل اصلی رفتن فریده به آمریکا داشتن نمرات عالی در مکتب و مهارت زبان انگلیسی بوده است و مکتب را که خوانده تماماً با زبان انگلیسی تدریس می شده. به همین خاطر روانه امریکا شد، اما خانواده و اطرافیانش را متقاعد ساخت تا برای ادامه درس و تحصیل به عنوان یک دختر به خارج از کشور برود. فکر کنم دلیل اصلی که من تونستم امریکا برم نه تنها که در نمراتی که در مکتب می گرفتیم ریاضی و سایر نمرات اینا بود، بلکه همچنان علم انگلیسی بود. ما خودم انگلیسی را فکر کنم از صنف 4 در کورس ها امیجا می رفتم، در اجازه تقدیم نامه های گفتم در اینجا گرفتم در این کورس ها و بعدش در مکتب که رفتم اونجا ما باید همیشه انگلیسی گفت می زدیم، درس های ما در انگلیسی داده می شد و امتحان توفل که دادم و کل از اینا و بحساس هم از اینا تقاضا شدن که اگر من می خواستم که در مکتب های خارج از افغانستان اپلای کنم و همون قسم بود که من اپلای کردم و قبول شدم و تنها کسی بودم که در امریکا در همون سال که من رفتم تنها کسی بودم. در کنار یک دختر دیگر رفتم در انگلند در لندن درس خواندن. رفتن به امریکا و عادت کردن با یک فرهنگ جدید به فریده دشوار تمام می شده، اما خودش را مطابق به شرایط وقف داد و توانست دوستهای زیادی را پیدا کند و می گوید که درک کردم انسان ها بیگانه با یک دیگر نیستند و کنار آمریکایی ها دانش آموزان کشورهای دیگر نیز با فریده آشنا شده اند. اولش خودم یک قسم بیگانه بودن، چون خودم هم بیگانه بودم با اونا. یک رابطه بود که من فکر نمی‌کردم اونا شبه حد به ما داشتن و اونا فکر نمی‌کردن اونا شبه ما بودن. ما یک قسم
از هم دوری میکردیم چون ناراحت بودیم و یک اونا بر اولین بار یک کسی رو دیده بودن که چادر میپوشید و یک دختر مسلمان بود و ما برای اولین بار با شاگردای روبرو شده بودم که غربی بودن، فرهنگ غربی را با فرهنگ غربی زندگی میکردن. بنابراین یک اما تو طبعاً یک چی داشتم، خالیگاه داشتم، زیاد حرف نمیزدم، یک فاصله بود در بین ما. اما از وقتی که آشنا شدیم فهمیدیم که یک چادر ما را با اونا هیچ فرقی دیگه نمیندازه، باز دوستی ما بسیار جا شد، بسیار دوستای عالی در اونجا پیدا کردم و تا حد دوستای من نزدیک هست که مطمئن هستم که یک در تمام زندگی با اونا با ارتباط خواهد بودم و اونا هم با من با ارتباط خواهد بودن. فریده شکرگزار داشتن فامیلی است که با تمام معنی عامی وی رسیدن به اهدافش هستند. تا عدی که دشواری های دانش آموزی در امریکا را فامیلش در کابل حل کرده اند و در کنار وی از راه دور ایستاده بوده اند. اما ما یک چیزی که واقعا شکرگزارش هستم این است که یک فامیل بسیار حمایت کننده داشتم. یعنی وقتی همیشه که دق می آوردم فامیل موجب بود که من زنگ بزنم، یک وقت نبود که من زنگ بزنم کسی نباشه در خانه که همراه من گپ بزنه. یک چیز بود که من بسیار جد در اوجه که کمک کرد که همیشه کسی باشه که همراه گپ بزنه و در هر دشواری درکت کنه و بفهمه که نمی سخت است برش. دیگه سال اول دشوار می باشه، اما سال دوم و سوم عادت میکنی، مثل که اوجه هم بخش زندگی دست، بخش از کارت دست، و خاطر زیاد سخت تمام نمیشه. و یکی دیگه که مصروفیت باشه، زیاد که مصروف بودم در اوجه زیاد درک نمیکرد، اما آخرهای هفته که بود آدم درک میکرد چون رخصتی بود و کار کم بود، باز زیادتر درک میاوردیم. بغیر از اون زیادتر مصروف بودیم دیگه، همین چند چیز ای آسان تر ساخته بود، چند عاملی که بود در زندگیم، دوری از فامیل و وطن بر ما آسان تر. پایان دوران دانش آموزی فریده در امریکا است و در یکی از دانشگاه های آن کشور برای ادامه تحصیلات پذیرفته شده. او تا دو ماه دیگر درس های دانشجوییش را آغاز می کند. در دانشگاه قبول شدیم، در دو ماه بعد، کمتر از دو ماه بعد بخش رو می کنم دانشگاه را در اوجه. هنوز رشته خود را مشخص نکردیم چون در امریکا رشته را در سال دوم انتخاب می کنند. اجازه می دهند که شاگردا ببینن چه خوششان میاد در پنتون، کدام از اونها خوششان نمیاد و بعد از اون انتخاب کنن که کدام رشته خود انتخاب کنن. فعلا من خودم شخصا زیادتر در ساینس یاد علاقه مند هستم، در لابراتوار، در همین کلایمیت چینج که میگن در اونها زیادتر علاقه دارم و در کنارش من در انترنشنال ریلیشن هم علاقه دارم. ببینم که از وسط از این دو تا من کدام از اینا زیادتر توجه ما زیادتر جلب میکنه، کدامشان برای من دلچسب‌تر واقع میشه، اون رو میخوانم. فریده تعهد دارد تا بعد از سپری نبودن درسهایش دوباره به افغانستان برگردد و برای مردمش خدمت نماید. او باور دارد که افغانستان را جز مردمش کس دیگر آباد نمی کند. طبعا دوباره به افغانستان برگشت میکنم به خاطر از اینکه وطن ماست، بر ما حق داره که ما آبادش کنیم. یعنی افغانستان رو من فکر نمی‌کنم بغیر از افغان ها کنم کسی دیگه بتونه آباد کنه. اگه ما چشم بایی باشیم که یک خارجی بیای افغانستان آباد کنه، اونا نه فرهنگ افغانستان رو درک میکنن، نه میفهمن افغانستان رو چطوری آباد کنن. این نسل ماست که میتونه پس به افغانستان و پس امی کشور آباد کنه و این وطن هم حق داره سر ما که ما پس بیاییم در این وطن کار کنیم و طبعاً یه مسد درصد پس میایم در این وطن و دینه میجا کار خواهد کردم و نه تنها که به خاطر حقش از بخاطر که عشق علاقه هم دارم. وقتی که میبینم امی وطن از خودم است، چرا مثلا پس نیاییم، چرا پس از خودم را آباد نکنیم که یک جایی که مثلا نمیتونیم به اندازه که در افغانستان کار کنیم. یعنی درست است که مثلا من میتونم در اونجا کار کنم، اما او قدر تاثیری که من در افغانستان وارد کردم میتونم نخواد بتونم در امریکا داشته باشم، چرا نخواهیم در وطن خود آباد نکنم وطن خودم. فریده زندگی دشوار افغانستان را نسبت به راحتی کشورهای دیگر ترجیح می دهد و نمی خواهد در کشوری زندگی کند که ساخته دست دیگران است. نمی فهمم به خاطر زیادتر افغانستان که من می بینم، من فکرم تصور ما آینده که من می بینم به خاطر است که چهار طرف سرک افغانستان که میریم، یک حسی به من رخ می ده چطور مثلا ما اینی چی را نداریم در وطن خود. وقتی که امون سوال به من رخ می ده، من جواب را نمیگیرم پشت حکومت بگردم چرا حکومت ما خراب است. این را من نمیخوایم، این کار را خودم بکنم. یا جوابش را نمیخوایم بگم چرا خارجی آمده وطن ما را خراب کرده،
چون اگر خود ما هم عمق مسئولیت داریم که حکومت داره عمق مسئولیت که خارجی ها داره چون مثلا من خودم کشور خود آباد نکنم تا یکی برام آباد کرده یکی دیگر را داشت زندگی کنم یک چیز را که کسی دیگر جور کرده باشم و او بخواهم زندگی کنم و در ضمن کل از او وطن خود آدم یک احساس خوب داره درست است دشواری هست درست است سختی هست ناامنی وجود داره اما در کنار از این آدم میتونه با فامیل خود باشه با دوستای خود باشه اما فرهنگ زیبای افغانی را هر روز تجربه کنه نانای افغانی را بخوره عید تجلیل کنه نوروز تجلیل کنه اما زندگی زیبای افغانی را داشته باشه داخل افغانستان او علاقه دارد و هدفش است که پس از تمام شدن درسهایش در افغانستان به خاطر محیط زیست و مسائل مربوط به آن کار کند فریده ارزش آب افغانستان را میداند و کاری که علاقه دارد متوجه ساختن مردم افغانستان نسبت به اسراف بی جای آب است. همچنان او تلاش خواهد کرد تا موضوع جنسیت در افغانستان در حد معمول قرار گیرد و دختران نیز نقش برجسته داشته باشند. چیزایی را که مثلا بتانیم که دش تغییر وارد کنیم داخل افغانستان من فکر می‌کنم چیزایی که فعلا خیلی کم در افغانستان روش توجه میشه محیط زیست است. که برمیگرده به علاقه مد ساینس اگر مد ساینس درس بخوام طبعا من میخوام پس بیم در محیط زیست افغانستان کار کنم مردم مثلا امروز اول بسیار به توجهی برش استفاده میکنن روی اولی خدا کرده او میشه یا قالی نکرده او میشه مثل که او یک چیزی باشه که همیشه وجود داشته باشه این مثلا چیزایی هست که مردم افغانستان زیاد روش کار نمیکنن دیت یک چیزا میخوام زیادتر علاقه دارم کار کنم با محیط زیست در افغانستان سرش زیادتر زحمت بکشیم و یکی طبعا افغانستان خیلی 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 دور است از در بحث جنسیت و دختر بودن و زن بودن در افغانستان خیلی از سایر دنیا افغانستان پشت سر است او یک چیزی است که طبعا ما میخوایم اگر پس بیایم یعنی اگر وقت درس خلاص کنم ما که پس بیایم ما میخوایم که یک چیز یک الگویی باشم به دخترهای خردی که هستن که بفهمن که زنها او چیزی نیستن که برشان گفته میشه یعنی درست است که ما کوشش میکنیم که حقوق زن و مرد در افغانستان خیلی نزدیک نگاه کنیم که مثلا زنها این کار رو کنن مردها میکنن اما چیز سمبولیک است فعلا در افغانستان و دخترهایی که کلان میشن اونا فکر میکنن که زنها و دخترها هیچ وقت در زندگی خود نمیتونن رئیس جمهور شن یعنی شاید بگن فکر میکنیم که میتونن اما زیاد بر زیر خودشان یک تصور نخواد من خود بکنن که مثلا ما رای جمع شده میتونیم ما میتونیم بریم وزیشیم یک چیز سمبولیک است اونا برای فعلا در افغانستان ما اون یک چیزی هست که زیادتر علاقه دارم که دخترای افغانستان درک کنن که توانایی خیلی زیاد را دارن زیادتر از اون چیزی را که برشون در خانه میگن زیادتر از اون چیزی که بر مکتب برشون میگن توانایی زیادتر از اون چیزا را دارن فریده دختر پرتلاش با آرزوهای بزرگ است. سخنران وی نشان می‌دهد که برای رسیدن به آرزوهایش تلاش می‌کند تا بتواند برای مردم و افغانستان مؤثر واقع شود. قرار است در آینده نزدیک او وارد یکی از دانشگاه‌های آمریکایی برای ادامه تحصیلاتش شود. تعهدش این است که بعد از تمام شدن درس‌هایش به افغانستان می‌آید و برای مردمش خدمت خواهد نمود. پدر فریده از برخورد و زحمات فریده یادآور می‌شود. او یکی از عامیان وی در رسیدن به اهدافش است. پدر فریده یکی از خاصیت‌های او را سخت کوش بودن و داشتن اراده قوی عنوان می‌کند که فریده را در جایگاه خوبتری در میان همسن و سالانش قرار داده است. در مورد از یک فریده جان می‌خواستم بگویم که در طفلی هم یک طفل سخت کوش بود، بسیار زحمت کش بود و چیز خاصی که داشت یک اراده بسیار قوی داره واقعا. زمانی که در دشت بچی درس میخوندن اینجا وضعیت مکتب بسیار خوب نبود ولی حتی از سند خود پیشتر خود شوق کرد علاقه کرد پیش از اینکه 7 ساله شود در مکتب رفت بدون از اینکه من خبر شوم خود ثبت نام کرده بود و در کورس ها هم بسیار با علاقه مندی میرفت درس های بسیار خود بسیار خوب میخوند و در خانه هم زحمت کش بود واقعا یک طفل زحمت کش بود و زمانی که در برای آموزش انگلیسی میرفت او رو هم بدون از اینکه ما خبر شوم از این محیط و محل خود از دوستای خود اطلاع یافته بود و با یک پافشاری خاصی داشت ما اجازه دادیم رفتن و کورس انگلیسی و خود چیزای خود خواندن و
و از همون طریق باز موفق شد که امی بورسیه را بگیره. زمانی که بورسیه را گرفت خبر از این برای ما بود، برای ما واقعا یک خبر بسیار جالب نبود که یک طفل از اینجا برود بیرون و او را در یک جایی که ما اصلا در اطلاعات نداریم، دسترسی بهش نداریم و هم دختر باشه. در اوایل برای ما واقعا مشکل بودی، صادقانه میگم اجازه نداده میشه روزای اول، وقتای که اول رفتن و خب بدون نیازی که باز برای ما بگوی، اما پروسیس های زور پیش می بردن و خودش واقعا هم که پیشتر گفتم که یک اراده بسیار قوی داره. واقعا باز به می راستا خودش کتی کاکای از خود کت از اینا گفته بود که این تو یک چیز است، پدر ما اجازه نمیده. باز می بیادر کلانم واجی یک آمد بر ما گفت که اجازه بدی که بره و برش مشکلات ها گفتم که این مشکلات هستی هم ندیده و این رای دور به این رقم چیز ها. باز اونا هم یک مقدار چه کردن و بالاخره ما امید تصمیم سخت گرفتیم. واقعا برای ما در زمان بسیار مشکل بود، سخت بود، مادرش بود و ما بودم. تصمیم ها یعنی آسان نبود، واقعا تصمیم گرفتیم و اجازه دادیم این رکی بوریم. بعد از این رفت و دلخوره داشتیم. اما روزای اولی که می رفت از میدان هوایی کابل تا زمانی که در امریکا می رسید، این واقعا برای ما خیلی سخت تمام شدم و شب روزا باز اونجا که رسید یک ذره مطمئن شدیم که حالی بخیر رسیدن، چون اینا هیچ کس فقط دو طفل از این حرکت کردن و رفتن بسیار مشکل بود، اما اراده خودشون واقعا در اینجا کارساز بود. پدر فریده آینده فرزندش را خوشبین است. او میگوید فریده با اراده و اهدافی که دارد پیش خواهد رفت و من عیس پدر از او حمایت خواهم کرد. دیگه اونجا که رفت به همدلله بسیار ارتباطی که ما با دوستایی که در اونجا است داریم، ارتباطاتی از طریق ایمیل، از طریق چیز فیسبوک و اسکایپ اینا که صحبت میکنیم، همگی فضل خدا ازش خوش هستن و همگی امیر میگن که یک آدم شاگرد بسیار زحمت کش است، بسیار پرتلاش است، اراده داره و همین چیزا همگی از اینا دست به دست هم دادن برزی امیر مهیا ساختن تا مکتب خود با موفقیت خلاص کنه. در حالی که واقعا برای ازی بسیار مشکل بود که در یک مکتب درس میخوند که زبان از اونا رو نمیفهمید، زبانی که اونا به اون شکلی و تفاوت سویه هم بسیار زیاد بود. دوجه زمانی که ما تازه اینا درس میخوندن، ما در ارتباط هستیم دائم از طریق چیز سوی درسی شاگردای از اونجا واقعا بسیار بلند بود از نسبت به این، ولی اینا همی زحمتی که ما افغانا داریم در مجموع تو بگویم مصفریده و طوری خاص، همی زحمت از اینا باعث از این شد که این خود به مو سوی از اونا رساندک و زمانی که فارغ شد با یک درجه خوب فارغ شده در بین هم سنفی خود و از اونجا هم برای ما گفتن که واقعا برای از اونا یک چیزی جالب بود که یک طفل افغانستان با سوی پایین دانش با زبان نمیفهمست دانستک به سطح کسایی خود برسانه که به مقامات عالی را یعنی درجه سرتیفیکیت عالی را بگیره و از امون خاطر برش اگه ایواردان دادن ایوارده شما نامش همیسته که یعنی شاگرده که تونسته خود از طریق سخت کوشی و از طریق کوشش به یک درجه عالی برسانه یک نام خاصی داره. دیگه برای آیندهش هم ما مطمئن هستم که انشاءالله با می اراده که داره، با می روحی که داره پیش میره و ما هم از طرف من حیث یک پدر اون چیزی که من میتونم حمایت کنم، من میست که برش دعا میکنم، اجازه میتونم شد که بره بخونه در اوجه، اگرچه از نقطه نظر مسائل فیز دادن و این چیزا خوش شما میفهمید که او از توان ما بیخی بالاست، به او اندازه که در یونیورسیتی هایی که نام خونه فیس میگیره تا چیزا میکنه که امکاناتش نیست که از افغانستان ما پرداخت بکنیم، ولی همی که بورسیه گرفته خودشون تونسته شامل از اون فاکولته شوه میخونه. حمایتی که ما میتونیم فقط از این جمعی که از نظر چیز روحان کوشش میکنیم آرام باشه، همیشه باشون در تماس میشیم، امید میتیم شونه و ازشون تقاضا میکنیم که من حیث یک جوان افغان، من حیث یک اولاد افغان و اولاد مسلمان فرهنگ خود حفظ بکنن و فقط در فکر درس خواندن و زحمت کشیدن باشن، در فکر وطن خود باشن که دوباره به خیر وطن آباد شود، به خیر دوباره در اینجا بیان، هیچ وقت فراموش نکنن یا خاک و وطن این مردم، این محبت هایی که مردم برش میتن، همین کارا رو ما میتونیم انشاءالله در آینده برش میکنیم و آرزوی ازیر میکنیم که به خیر روی سرخ و موفق دوباره بر بگردن.
فریده با نشستن در کنج خانه به این موفقیت ها نرسیده است. او که از امریکا به رخصتی آمده است، تلاش میکند تا از رخصتیش استفاده خوب نماید. فریده رخصتیهایش را در کابل معمولاً در جاهای سپری می کند که اندکی برایش آرامش بخش باشد. او در یکی از رستورانت ها و مکان های فرهنگی ما را دعوت کرد و در امانجا ادامه سرنوشت زندگیش را گفت. فریده را در بیرون از خانه اتمن کسی امرایی می کند. هم سنفیان، دوستان کابلی و یا هم بستگان فامیلیش. معمولاً میایم با کتاب ها خودم مشغول میکنم و یکی از محلهایی که بسیار آرام است همیجا است که و بخاطر که بسیار فضای آرام داره و تمرکز بیشتر در اینجا صورت میگیره در اینجا من میایم کتاب ها میخوانم و حالی هم یک کتاب ها من از اینجا میگیرم بخوانم و در زمان در اینجا که هست ما در افغانستان اگر که کتاب های فارسی باشم من معمولا کتاب های بیوگرافی مردم ها میخوانم زیادتر و در کتاب های انگلیسی هم زیادتر مطالعه میکنم و کتاب های داستانی رو زیادتر مطالعه میکنم و بایوگرافی رو همچنان کتاب هایی که بسیار زیاد علاقه دارم داشتن کتاب کندرید است کتاب های افغانی رو که من بسیار علاقه دارم A Thousand Splendid Sands که توسط نویسنده شخص خود ماست و Fourth of Nine Towers که توسط قیس چی نویسنده افغانی خود ماستن نوشته شده اونا رو من زیاد علاقه دارم و کتاب های چی رو من زیادتر برای تفریح که باشه کتاب های عمیق هری پاتر این کتاب های بسیار سرگرمی رو زیادتر برای تفریح میخوانم و جز از او کتاب های بیوگرافی هم میخوانم مثلا از فریدریک داگلاس یک کتاب چی رو خواندم که خودشان نوشته کردن یعنی برشان نوشته شده از زبان خودشان و همینطور کتاب هایی که از اوباما را درباره زندگی شخصیش بوده و از اینکه چطور ترامپ رئیس جمهور امریکا شده و اینکه در فارسی کتابه که چطور کرزی به چی رسید مرد بایسکل سوار اونا را همین کتاب را مطالعه میکنم از تفریح و سیاحت در زمان درس و مکتبش در امریکا میگوید در اوجه خود درسای مؤسسات 7:30 صبح شروع میشد تا 5:30 شب و بار از اوش یک وقفه شب داشتیم باز از ساعت 8 تا ساعت 11 بجر کارخانگی های ما میکردیم خب وقت کارخانگی بود معمولا کارخانگی از که در طول میکشید تا 12 بجره یا یک بجره اگر وقتا بیدار بودیم اما آخرای هفته معمولا مکتب خودش کدوم پروگرام داشتن اگر نمی داشتن دوستا داشتن کشون زیاد بودن که میرفتیم بیرون مکتب خیلی نزدیک بود در ساحل و وقت میرفتیم ساحل هم اونجا نان میخوردیم یا یکی در رستورانت های ویتنامی زیاد خوشمون میامده اونجا در نان میخوردیم او در مورد ازدواج عقیده دارد که هر کس اگر با شخص هم نظرش ازدواج کند بسیار خوب خواهد بود تا بتواند یک دیگرشان را درک کنند اما باید فکر بزرگش را عملی کند و بعد تصمیم به ازدواج بگیرد و اگر کسی ازدواج کنه با کسی که هم نظرش از هم افکارش است من فکر میکنم این بسیار مؤثر واقع میشه به زندگیش به خاطر از اینکه میتونه کازاداره بیرون بره و کار را کنه که دلش میخواد و در غیر از اون من فکر نکنم که عروسی هیچ نقشی داشته باشه و اینکه یک انسان از لحاظ کاری از لحاظ زندگی پروفشنال خود چقدر پیش میره چقدر پیش نمیره او یک انتخاب به نظر من شخصا ازدواج یک انتخابی است که انسان بالاخره در زندگی خود میمانه که آیا ازدواج میکنه یا نمیکنه او شخص نظری من است من فکر میکنم که زندگی که یک دفعه داخل خصوصا در افغانستان یک دفعه که داخل زندگی چی شوه انسان داخل زندگی شخصی شوه باز در جنرالش گرفتار میشه و مثلا فرض کن اگر یک کسی دکترای خود خلاص نکرده باشه بخواد که ازدواج کنه چه رقم درس خود ادامه بده و نمیدهش این سخت است و یک کسی که مجرد است فقط تمام مسئولیتش خودش است نه که میتونه پیشرفت کنه بره هر چقدر و بر خودم شخصا زندگی شخصی تا اندازه مهم نیست که زندگی کاری مهم است مهم است چون من الگوی ما کسایی را قرار دادیم که مثلا تمام زندگیشون بعد از یک ازدواج خلاص نمیشه ادامه می داشته باشه و بله خودم زیاد علاقه خاص ندارم در روسی و گفا پیام او به دیگر جوانان افغانستان این است که اهداف و آرزوهای بلند داشته باشند و یک روزی برایشان دست یافتنی خواهد شد مهتاب را هدف قرار بده ستاره را اتمن می گیری جوانان باید مطابق همین سخن عمل کنند من فکر میکنم که جوانای افغانستان اهداف بسیار بزرگ باید داشته باشند در زندگی خود و یک ضرب المثل در انگلیسی است میگه shoot for the moon
you can get the star. یا چیز شبیه هزیسته فعلا دقیق یادم نیست. میگه که میخوای مهتاب بل مهتاب هدف بگذار حتی حداقل ستاره رو میگیری اگه مهتاب نگرفتی. آنم من میگم که آرزوی بلند داشته باشن، اهداف بزرگ در زندگی خود داشته باشن. اگه او اهداف بزرگ گرفتن نتونستن، حداقل پایین تر از او اهداف و یک هدف دیگه خوب تر از شاید برست بیارن. اطمان دوستان بیننده، این بود سرنوشت زندگی یک جوان که چگونه توانسته بود آرزوهایش دست یافتنی شود. رسیدن به هدف و آرزو جز تلاش و زحمت کشیدن چیزی بیشتر از آن نمیخواهد. اما این زحمات باید بر اساس برنامه منظم باشد. فرید طایری در سنی که دارد توانسته است تا آنچه میخواهد امان گونه باشد. او آرزوهای بزرگی برای خدمتگذاری به مردمش در سر دارد که توان رسیدن به آن نیز ناممکن نیست. برای فرید طایری آرزوی موفقیت می نماییم. سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه‌تان.